بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و گرامیان سلام بر شما، امیدوارم هر کجا هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و بیننده برنامه خودم میسازمت از تلویزیون جهانی اصلاح باشید. باز هم ما آمدیم به ناحیه سوم و این بار در گذر مخابرات. وقتی نام ناحیه سوم مطرح میکنیم، کسایی که در این منطقه زندگی میکنن حتما جاده مخابرات به ذهنشان تداعی میکنه. اما این بار در خود جاده مخابرات آمدیم و میخواییم ببینیم که در این گذر چه میگذرد. با هم دیگر میریم و این برنامه رو میبینیم. بله عزیزان گرامی، در مرکز گذر جاده مخابرات هستیم و میخواییم که با وکیل سه به گذر صحبت داشته باشیم. جناب وکیل سه بزرگوار، اگر صحبت بکنین که چرا اینجا رو به نام جاده مخابرات نامگذاری کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ما بعد حضور شما بزرگوارا، مخصوصا از شبکه اصلاح، شبکه جهانی اصلاح را بزید جاده مخابرات خیر مقدم عرض میکنیم. تشکر زحمت کشیدین، سلامت باش. در قسمت سوال شما که جاده مخابرات، چون موقعیت خود ریاست مخابرات و تکنولوژی هم به همین موقعیت قرار داره، فکر میکنم که بیشتر همین موضوع باشه. بله. و فعلا خود نامگذاری شده به نام جاده فردوسی. بسیار خوب. بازم مشهور به نام جاده مخابرات. بیشتر مردم در عراق و در افغانستان به نام جاده مخابرات میشناسن. بله، مشخصا. تشکر. اگر صحبت بکنیم که در گذاری که مربوط سایر شما میباشه، چقدر خانواده بودن زندگی میکنن یا چند نفر نفوس اینجا سکونت دارن؟ حدوداً برآورده که اتحادی اروپا که باشد ولی ایراد همکاری کرده 570 واحد مسکونی به حساب برآورده کرده. درسته، در گذر شما 570 واحد مسکونی. بله. بسیار خوب. و حدود عربه گذر شما؟ حدود عربه شرقاً به تقریباً به میجادی به نام پنج روی او بخش میرسه تقریباً. و غربان هم خوب همی کجا بگم به گذر غربان به چوک سینما به میجادی مقابل بانگ میرسه که نهی دیوم طرف بانگ افغانستان بانگ. بله. شمال که سرک شفاخونه. بله. و جنوب هم طرف باغچه گلها بگیم یا جاده دیوم مخابرات میشه. بله بله. بله. تشکر از شما. با ما همراه باشید بیننده عزیز و بیشتر در باره جاده مخابرات بدانید. ما در ناحیه سوم با گذر مخابرات هستیم، در خدمت جناب آقای مسلم که اینها مسئولیت در این گذر دارن. آقای مسلم، به ارتباط تابلوی ورودی صحبت بکنید، چند تا تابلو دارن؟ چون جاده مخابرات چند راه مختلف داره، واقعا میشه که چند طریق آدم بیای به گذر. تابلو ما در آغاز گذر شاهد بودیم، یعنی تابلوها رو شما نصب دارین در جاده؟ با اول جاده مخابرات به نام جاده فردوسی تابلو بزرگی نصب کرده. بله. از طرف قومندانی و ما گذر ما تقریبا تا آب بخش پنج راه آب بخش نصف جاده مخابرات شامل میشه. به خاطر کوچه های فرعی اکثرا تا جایی که مربوط به ما میشه. بله. تابلو نصب کردن. بسیار عالی. در قسمت تابلوی ورودی گذر نمره 5 و همچنان تابلوی کوچه های فرعی هم 5 نمره را گذر مخابرات برای خود اختصاص میده. پلاک خانه ها، تعدادی از خانه ها رو ما دیدیم که پلاک نداشتن اما اغلب داشتن، دلیل چی هست؟ چرا بعضی از پلاک ندارن هنوز؟ دلیلی که فکر نمیکنم بیشتر فامیلی ها خود اینا فعلا حضور ندارن. ولی به داخل جاده اغلب داره. درسته. سریعت شاید نه، یعنی یک ده بالاخره که اونا از ملکیت های بوده که از سابق نیستن در اینجا. خب بسیار خب، در قسمت پلاک ها هم سه نمره را اختصاص میدیم. میریم با هم دیگر میبینیم بقیه گذر مخابرات نهی سوم شهر هرات. جناب آقای مسلم، اگر صحبت بکنین که بحث نظافت با کی چگونه است در گذر شما، یا از جانب شهروندان رعایت میشه و چگونه برنامه دارین شما؟ برنامه نظافت و یا همین برنامه شهرداری به قول معروف، بیشتر برنامه خصوصی داریم که مردم هفته بار چیزی میپردازن و تنظیف خصوصی همین آشغال و همین جان
بخش نظافت کار میکنه. فعلا همی وقتا به نزدیکا الحمدلله نیم گوی هم کری میکنه طرف شهر، ولی که همی بعض شبا میان جرو میکنن به سابق تنظیف میکنن. خوب الحمدلله نسبت به سابق رضایت بخش. بسیاره. خب در قسمت پاکی و نظافت گذارم آنچه ما هم مشاهده کردیم و همکارای ما هم هستن و اشاره دارن تمیز هست، 5 نمره را برشان اختصاص میدیم. میریم و بقیه این گذر را با هم دیگر میبینیم. معیار روشنایی کوچه ها و روشن بودن کوچه ها و گذر یکی از 20 معیاری هست که ما 5 نمره را اختصاص دادیم و میبینیم که در نایه سوم گذر مخابرات چگونه است. از آقای مسلم پرسان میکنه، آقای مسلم، آیا در گذر مخابرات که شما مسئولیت دارین کوچه های فرعی و جاده ها برق ها و چراغ هاشون روشن هست؟ بله الحمدلله برق عمومی هم که هست، جاده ها چون جاده های عمومیه روشنه و اکثریت خونه ها موضوع مراعات کردن الحمدلله گروه بدم خونه های روشنه. خانه بوده که شما بیرون شده باشین مثلا در یک کوچه فرعی است که تاریک است و یک فاصله زیاد داره تقریبا میشه به تاریکی رفت یا کمتره، برای از او کدام تدبیر داشتین یا نه؟ یعنی تا حالا به این فاصله زیاد تاریک ندیدیم به کوچه ها خواهر روشنه اکثر. خب اگر باشه؟ اگر باشه حتما تذکر میدیم، خواهش میکنیم به شکلی که کوچه روشنه شه و مشکلات امنیتی هم بسیار عالی. خب ما در قسمت بحث روشنه داخل کوچه ها هم آنچه که قبلا هم مشاهده کردیم نمره 4 اختصاص میدیم و امیدواریم که خانه هایی که بالاخره اگر چراغ دارن یا گروپ از او خراب است یا کمتر توجه کردن او هم روشن بشه. میریم و بقیه گذر مشاهده کنیم. موجودیت مراکز آموزشی چه خصوصی و چه دولتی یکی از مزایای هست که بالاخره در گذرها باید باشه. من فکر میکنم که در گذر جاده مخابرات همان چه ما تابلو و اینا رو مشاهده کردیم و به جریان هستیم این ویژگی و امتیاز رو دارن. جناب مسلم چگونه است بحث موجودیت مراکز آموزشی و ورزشی هست؟ بحث موجودیت مراکز آموزشی خصوصی در این گذر ما خیلی زیاده کرد. از دیگه نبعی هم دیگه گذر هم اینجمی هم کورس های بزرگ آموزشی داریم و مکاتب مکتب خصوصی یک مکتب داریم و چیزی که ما به این منطقه فعلا نداریم، البته به نزدیک ما مکاتب دولتی به گذر مانیه که بخش اونسیه میرن از ما به منطقه لیسه معجوبه هیروی میرن و بخش زکور به لیسه انقلاب و لیسه سلطان قیاس الدین غوری میرن که مشکلی در این راسته الحمدلله نداره. بسیار خوب. در قسمت بحث ورزشی هم گفتیم اماکن ورزشی هم هست برای جیمنازیوم ها و بالاخره بعضی کلاب ها و باشگاه ورزشی. بله تقریبا دو تا جیمنازیوم داریم فکر کنم یک دو تا کلاب ورزشی داریم در منطقه نزدیک تر. بسیار خوب. بس در قسمت مراکز آموزشی و ورزشی هم 5 نمره را گذر مخابرات از آن خود میسازه. میریم و باز هم میبینیم که دیگر چه ویژگی ها و خدمات در این گذر صورت میگیره. بعضی از موضوعات و بعضی از معضلات در اجتماعی در بعضی از گذرهای ما هنوز هم وجود داره. بحث موجودیت موانع مقابل دکانهای گذر که بالاخره جدا از اینکه مقابل دکان هست اون پیاده روی که مربوط مردم هست و طبعا نباید مسدود بشه، اما در بعضی از گذرهای موانع رو میبینیم. بعضی از نانوایی ها متاسفانه بسیار رو پیش آوردن که حتی جای عبور یک نفر هست. و نکته دیگه که هست بحث خود پیاده رو ها هست. وقتی موانع رو میگیم بعضی موانع در پیاده روها هست که متاسفانه پیاده روها هم سطح نیست، به ویژه در نایسته و گذر مخابرات و بعضی گذرهای دیگری هم که در نایسته ما دیدیم متاسفانه این مشکل وجود داشت. میخواییم که علت را از جناب آقای مسلم بشنویم. آقای مسلم، موانع در گذر شما وجود داره دیده میشه، چنانچه ما مثلا میال دکان پشت سر ما هست که پیاده رو نصف از او رو مسدود کرده و این شکل خود پیاده رو هم سطح نیست، در این راستا اگه صحبت بکنیم. متاسفانه موانعی که به داخل پیاده روها وجود داره واقعیت هست. مثلا مثال دیگه اونها که شهرولی توجه جدی تر بکنه این مشکل حل شدنیه و همچنین موضوعی پینبالای پیاده روها که هست از گذشته متاسفانه به یک ابتکار یا بگیم یک برنامه خوب دقیق نداشتن که به مردم پیشنهاد کنن یا برنامه ریزی بشه که تمام
سطح پیاده رو برابر باشه، به خاطر ببینی که یک معلولی یک معیوبی خلاص بیه بسیار به مشکلات جدی مواجه میشه. چنانچه جناب وزیر تمو، شما بیشتر خود شما هم حالا من فکر کنم شاید آقای کاظمی آقایش رو تصویر نگرفته باشن، اما یک کس نابینایی بود که بیشتر یا معلولی بود که شما او رو همکاری کرده و از کامره او رو گذر دادن، اما فکر کنم که حداقل تا 20 یا 50 متری برتر برای ممکنه به یک مشکل یک منزل مواجه بشه، زمین بخوره، بالاخره چالش هست. شما چی پیشنهاد کردین و چی پیشنهاد دارین برای آینده؟ حالا شما مسئولیت گذر رو میگیرین و دارین انشاءالله، شما چی طرح دارین، چی میخواین بکنین که مشکل حل شه؟ انشاءالله به همکاری شهرداری هرات یا نهی سوم که بزرگان دلسوزی کنن به ملت، یک برنامه منظم داشته باشن که پیاده روار دقیق هماهنگ منظم به یک ساعت اینا جور بشه که همیت مشکلات رای معلولین معیوبین خلاصه در کل اکثر اشخاص متاسفانه به می اثر فعلی مشکل دکس کمر دارن یا دیگه مشکلاتی دارن مریضن، به می اساس اگه کار منظم بشه خیلی بهتره. در برای موانع چی گفتنی دارین؟ از تریبیون برنامه خودم میسازمت میخواین مشخصا مخاطبای خاصی که در نایی سه جاده مخابرات هستن و شما بیشتر به مراکز تجاری سرکار دارین و موکلین شما هستن، مستقیم به اونا چی میخواین بگین که بند ساختن پیاده روه؟ آبا دیگه درخواست و خواهش به توصیه مده دوستا عزیز دکاندارا، تمام کسب و کارهایی که به داخل جاده مخابراتن یا به مسیری که سرکش به خونه که مربوط به ما میشه، اینه که باید نظم دیسپلین یک جامعه یک مخصوصا ما در متن شهر این مراعات کنن، کوشش کنن که سردارای وطندارا خو همشهری ها خو نشن به خاطر بهتر نظم بخشیدن به جامعه ما، و هر کدام مسئولیت دارن در قبال جامعه خود، به اساس مسئولیت اینا همینه که هیچ وقت پیاده رو سد نکنن به خاطر از اینکه باز باعث کس شخص مجبور از سرک بره باعث تصادف ازدحام میشه. بله، در قسمت بحث نبود موانع نمره 3 رو میگیرن، البته این مسئولیت تنها وکیل گذر نیست، امیدواریم که شهروندان، شورای منطقه و مسئولین که در شهرولی مسئولیت دارن به این امر توجه جدی بکنن. به همین امیدواریم، میریم بقیه این برنامه رو مشاهده میکنیم. هرچند پیاده‌روها هم سطح نیست، اما پیاده‌روها کوچه های فرعی و جاده ها هم آسفالت دارن و جایی که آسفالت نیست بالاخره سمنت شده و بالاخره اونجا میبینیم که کانکریت شده هست و عبور و مرور بالاخره آسان‌تر هست. جناب آقای مسلم، آیا جای دارین که اونجا بالاخره عبور و مرور دشوار باشه یا کوچه هایی که مثلا کانکریت نشده باشه دارین در گذرها؟ نه، در گذر کوچی ما نداریم که به حساب بدون اسفالت باشه یا باشه، خیلی کمه و مشکلات رفت آمد باشه به هیچ وجه نداره. آقای مسلم، اگر کانکریت جای بشکنه یا مثلا کانالای گذر شما، چون سیستم کانال رو من مشاهده کردم بود، اما در بعضی جا بعضی کناره‌های جدول‌ها یا جداولی که مربوط به جوچه‌ها میشه شکسته یا فرو ریخته یا سیمانش باشیده، در این قسمت اگر مشاهده بکنین آیا شهروندان همکار هستن با شما، اقدام شما میکنین یا نه او رو میگذارین تا مسئولین از دولت بیان توجه کنن؟ همه بشی مردم هم همکار هستن، ولی قراره که ان شاءالله این جوچه‌ها بله مجدد به طور صحیح بهتر ساخته بشه، به پلان گرفته شده، پلان 401 ان شاءالله. درسته، یعنی قرار است که گنجایش از زیر بیشتر بسازن تا اینکه مشکل هنوز هم رفع بشه. بله، دقیقا در قسمت بحث کانکریت کوچه ها 5 نمره رو میگیرن و در قسمت کانال های گذر نمره 4 نایه سوم جاده مخابرات از آن خود میسازن. وجود فهرست معلومان هم یک دیگر از معیاراتی هست که طبعا در گذرها نیاز هست تا مسئولین گذرها، شوراها و همچنان مسئولین امور به توجه داشته باشند، تا اینکه اگر افراد اونجا هستند که محرومن و واقعیت افراد محرومی هستند بر از اونا کمک و مدد رسانی صورت بگیره. اما در گذر مخابرات نایه 3 شهر هرات این چگونه است؟ آقای مسلم در راستا به ما توضیح بدین. در گذر مخابرات که الحمدلله به لطف خداوند تعداد فقیران ما خیلی کمتر نسبت به دیگه گذرهای نایه سوم، اما باز هم یک تعداد مستاجرا و حساب کرای نشینای داریم یا کسایی که به خونه به طور رایگان نشستیان اشخاص فقیرن که خوشبختانه می چند وقت جلوتر از چه پارسال هم یک لیست از فقرا گرفتیم و امسال هم به این شکله که ما اول از اونها مشخصات اینا رو می گیریم، باز هیئتی از مؤسسه WFP اومد و مشخصا وسایل خونه تمام امکانات رو نگاه کرد که الحمدلله
حتی هیچ یک از این 15 نفری که همین دفعه ما سهمیه شدم اینا رد نشد. تقریبا 30 نزدیک 40 نفر هر گذر سهمیه داشت، ما 15 نفر قبول کردم و دیگه سهمیه بودم به گذرای فقیر نشین. یعنی دقیق انتخاب شده بوده که رد نشده. بله. در قسمت فهرست محرومان هم 5 نمره رو گذر مخابرات از آن. بحث ابتکارات یا نوآوری ها در گذرها موضوعی هست که ما در برنامه خود 5 نمره برای اختصاص دادیم، اما یکی از مهمترین موضوعات است که ما وکیل گذر ما، شورای ما، مسئولین ما منتظری نمانند که حتما باید جزئی ترین کارها رو باید دولت یا شهرولی بیای بالاخره اقدام بکنه و برای ما بره بالاخره چیکار کنه، کار کنه و مشکل رفع بسازه. چنانچه ما از گذشته هم این بحث دارین، مردم ما خودشان خلاق بودن، مسئولین ما خودشان کارها و مشکلات خود میکردن، اما میخوایم بدانیم که در گذر مخابرات نایه سوم شهر هرات ما این قضیه چگونه است؟ آیا ابتکارات داریم در گذر خود یا نه؟ یکی از ابتکارات بزرگی که ما در این گذر خود داریم که مردم ما با هر کاری که به صبح به نفع منطقی نباشه حاضرن، حاضر به خدمتن، اما یک مشکل بزرگی داریم که ما امکانات نداریم. اگر امکانات در باشه همه ابتکارات بستگی به امکانات داره. اگر به این منطقه ما امکانات بیشتر و وسیع‌تر داشته باشن 100% ابتکارات ما هم بیشتر میشه. مثلا در مسائل مسجد، در مسائل همسایه‌ها و فقیر باشن، خلاصه به هر لحاظ مردم ما آماده به خدمت هستن. بله. مثلا به حساب کوچه‌ها و اینا آقای در قسمت بس اگر ایانن چالشی بر بخوریم که نیاز باشه از مردم استفاده کنین و این ابتکار تال شده در روی دست شما گرفته باشین و از مردم بالاخره مدد خواسته باشین، اشاره بکنین کدام جای بوده؟ بله، یکی از مشکلاتی که ما به منطقه داریم اکثر موضوع برقه که بسیار برابر حرف به جای فرمودین که اکثر وقتا مردم به مثال برق منطقه ما الحمدلله بسیار عاجل به حساب داوطلب این مشکل را حل میکنن. یعنی خود مردم هم انسجام دارن که در ابتکارات بالاخره بله رضایت نشون میدن. بسیار خوب، در قسمت ابتکارات هم در گذر مخابرات نایسه 5 نمره رو میگیره و امیدواریم که انشالله همیشه اینا خلاق و با ابتکار باقی بمانند و همه وکیلای گذر ما انشالله منفعل نباشند و خلاق باشند و از خود ابتکارات به خرج بدن. بله بینده از اونت کرامی، ما در بخش اخیر برنامه امروز قرار داریم، البته استثنان این بار در نویسه جاده مخابرات که هستیم یا گذر مخابرات، ما بخش اخیر ما مسجد بیده و حالا شاید برای شما هم این جالب باشه و واضح هم باشه، چون جناب آقای مسلم ضمن که اینها مسئولیت گذر دارن در جاده مخابرات خودشان امام پنج وقت این مسجد هم هستن، مسجدی که ما در اینجا حضور داریم. جناب استاد اگه در قسمت مساجد صحبت بکنین، چند مسجد داریم و استقبال مردم از مسجد و از مساجد و کارهای دینی چگونه است؟ ما در گذر خود تقریبا دو مسجد داریم. یکی مسجدی که فعلا ما داخلیم به نام مسجد مشهور رئیس مرحوم رئیس اتحاد که در حاشیه سرک شبخونه شرق ریاست زراعت مالداری، یک مسجد هم به منطقه چوک سینما داریم که البته یک مسجد خود ریاست ترانسپورت داره که به حساب برای عموم باز نیه، خصوصی دو مسجد داریم و الحمدلله سرکار این مردم این منطقه با مسجد خیلی بسیار رضایت بخشه، ضمن این که خود مردم بومی و محل به مساجد بسیار منظم به نماز و پنج وقت حاضر میشن. یک خوشبختی دیگه اینه که این مسیر گذر مردم، تردد مردم و همچنین دکاندارا و کارمندا بسیار جماعت بسیار منظم داریم. مثال جناب استاد، یک بحث و یک معیار ما بحث تمیزی هست، آنچه که ما مشاهده کردیم در بیرون هم قضاوت با آقای آشوری و کاظمی صاحب داشتیم که بسیار تمیز هست. برنامه برای تمیزی مسجد دارین، برنامه خاص یا چطور؟ بله، ما یک شخص موظف داریم به نام خادم مسجد که همینجا حتی خونه هم به داخل مسجد همینجا زندگی میکنه با فامیل خوب و او وظیفی و کلن همین نظافت و در وابسته کردن مسجد و امورات مسجد به دوش زونه. بسیار خوب، بسیار خوب، برنامه خیلی خوب است. بحث مساجد گذر و تمیزی مسجد و زخانه ها 5 نمره را اختصاص میدیم و چی خوب است که فکر کنم که معیارها رو ما تمام کردیم و نمره هم درج کردم، نمره هم دادم. جناب آقای مسلم، از 100 نمره وقتی که ما به شما هماهنگ ساختم برنامه را، چی فکر میکردیم که شما شاید چند نمره بگیرین؟
و یا چی توقع داشتین؟ نسبت به حالاتی که به منطقه ما نما توقع 100 نمره داشتیم. خب 100 نمره رو بگیرین. طبعا بله. اما خب اگر نمرات شما رو 50 گرفته باشین اعلام بکنم دلخور میشین؟ نه دلخور نمیشین دیگه. دوستا خود شما میفهمین معیارای که پیش خود شما ده. با وجود که مشکلات ما نسبت به دیگه گزاره کمه، بازم مشکلات به خصوص خود ما داریم. ما درد داریم. خب تشکر از شما. گذر مخابرات که جناب آقای محمد ابراهیم مسلم مسئول این گذر هستند 78 نمره را از آن خود کرده که نمره بسیار خوبی هست. من فکر میکنم امیدوارم که شهروندان این گذر هم بیشتر سعی و تلاش کنند، متحد باشند، منسجم باشند، خلاقیت ها و نوریات داشته باشند و همکار خوبی برای وکیل گذر خود باشند. به همین امیدواری اگر حرف آخر شما رو میشنیم کوتاه پیام داشته باشین برای شهروندان و همچنین مرکزهایی که در گذر هستن میشنیم شما. متشکر. من از اهالی گذر مخابرات و همچنین از عموم شهروندان ایراد میخوام که درخواست بین بهیس یک شهروند که کوشش کنند در آبادانی در شکوفایی شهر خود کوشا باشند، نظم و انسجامی که مربوط به هر یک از ما میشه، از دکاندار میشه، از خلاصه از مارکت میشه، از خانه میشه، هر کس به اندازه خود کوشش بکنن انشالله شهر ما شهر زیباتر، اگر چه زیبا هست زیباتر و شکوفاتر میشه. بله امیدواریم که در نواحی شهر را مراجعه بکنه و هیچ مشکل را شاهد نباشه. به همین امیدواری با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر و دیدار دیگر. وقت بر همه تان خوش. خداوند یار و نگهدار شما.